بازی بچه های همسن و سال فامیل با هم و پیچیدن صدایشان در خانه حالا دیگر به یک جای خالی در بسیاری از خانواده های ایرانی تبدیل شده. خانواده ایرانی یک خانواده فرزند خواه و فرزند دوسته که بر اساس مطالعات انجام شده بیش از 3 فرزند رو هر خانواده ایرانی دوست داره که داشته باشه. برای کمک به این خانواده‌های علاقه‌مند به فرزندآوری 2 سال پیش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شد. هم به بحث مسائل فرهنگی پرداخته، هم رفع موانعی کرده، به خانواده‌ها کمک کرده، تسهیلات داده. اینا حتما میتونه موثر باشه به شرطی که اجرایی بشه. قانونی که از همان ابتدای راه بودجهش تامین نشد. هیچ تخصیصی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت نگرفته است. بسیاری از خانواده‌های سه فرزندی و چند قلویی منتظر اجرای قانون زمین و مسکن برای خانواده‌های پرفرزند هستند. بعضن شنیده میشه تو سازمان برنامه که بخشی از این بودجه خرج کار دیگری شده. حالا سهم قانون جمعیت از لایحه بودجه 1402 هم با کاهش 38% نسبت به سال گذشته روبرو شده. سهم قانون جوانی جمعیت از لایحه بودجه 1402 حدود 7.5 هزار میلیارد تومان بود که این با کاهش حدود 37% روبرو بود و اگر ما تورم رو به این اضافه کنیم کاهش ارزش این سهم به بیش از 50-60% میرسه. علاوه بر کاهش رقم بودجه، کارشناسان نقدهای دیگری هم بر آن وارد میدانند. ما فقط یه عدد رو میبینیم در قانون 1402 که بناست در حوزه جمعیت تخصیص پیدا کنه و هزینه بشه. توسط کدام دستگاه مشخص نیست. ذیل کدام ماده قانونی قانون جوانی جمعیت مشخص نیست. در چنین شرایطی گفته می شود نقش نهادهای نظارتی باید پررنگ تر شود. مجلس باید از ابزارها و از اختیارات نظارتی خودش استفاده کنه و همینطور از دستگاه‌های نظارتی هم باید بخواد که به تکلیف نظارتیشون عمل کنن. زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.